با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های محترم. در هفتمین قسمت از درس طراحی گرافیکی قرار داریم. روی موضوعات اصطلاحات گرافیکی صحبت میکنیم. پوینت هست امروز درس ما، و نه تنها در پوینت بلکه چندین درس و چندین اصطلاحات به شما به معرفی میگیریم. پوینت چی هست؟ به اندازه قلم گفته میشن که هر پوینت برابر با 3706.0 میلیمیتر است. به عبارت دیگر قلم پوینت ده دارای بلندی 72.6.3 میلیمیتر است. یعنی هر پوینت او محاسبه میشه با قلم گفته میشه. این کارایش کمتر است، صرف به خاطر که شما با پوینت آشنا شوین. در اینجا یک تذکر دادم. مورد بحث بعدی ما پیکر سازی یا مجسمه سازی است. شما به خاطر داشته باشین که آفرینش یک حجم سه بعدی دارای مفهوم باشه، او میتونه مجسمه باشه. شما اول که بعد خوب هستین که آشنا شین. وقتی ما یک جای طراحی میکنیم، این دو بعد است. هر از جایی که مثلا طول عرضش این دو بعد میشه، حجم که داشتن یک فضا، این میتونه سه بعدی شوه. طور مثال اگر هر از جایی که ما این قسم طراحی کنیم که یک حالت سایه پرداز بخوره، این برجسته دیده شه، اون میتونه سه بعدی شه. در تصاویر سه بعدی احساس میکنید که انیمیشن هایی که سه بعدی هست با انیمیشن هایی که قبلا کارتونی تام جری که اولین بار ساخته شد او دو بعدی بود. مجسمه میتونه شیء که همه جانبه و مستقلی که در فضا باشن، یا خودش آزادانه در فضا باشه، مثل وجود یک آدم یا یک چوکی یا نقاشی برجسته باشن، با پس زمینه متصل است و از جای بیرون آمده است. یعنی میتونه که مکمل آزاد یا یک به یک چیز چسبیده باشم. در ساختن مجسمه از مواد متنوع، یعنی موادهای مختلف، چون گل میتونه مجسمه شوه، از گچ میتونه مجسمه شوه، از موم میتونه مجسمه شوه، از سنگ میتونه مجسمه شوه، از سمت میتونه مجسمه ساخت، از چوب، فلز، فایبر کلاس، آج. آج خب میفهمید شما مثلا گرامی، آج دندان فیل، یعنی از صدف، از کاغذ و هر آن چیزی که شما تصور میکنید که یک وسیله که اما حتی از زباله های دور که ما شما دور میندازیم، از اون میتونه مجسمه ساخت. وقتی که اونا را بخوایم بود بده برشان طول عرض و حجم بده، این میتونه مجسمه باشه. روش های مجسمه سازی به سه گروه اکثریت اصلیش کندن کاریه، شکل دهیه، جفتکاری یا اتصال قطعات از راه های مختلف است. تقسیم میشه. مجسمه سازی از عصر کلاسیک تا مدرن تغییرات بسیار زیاد داشته. ما وقتی گفتیم مجسمه، اول که میم روی تخته عملا نشان میتیم، پیکر سازی یا مجسمه، همینجا نوشته میکنیم مجسمه. خب یا در انگلیسیش چی میشه؟ اسکالپچر. ما وقتی گفتیم مجسمه ما از چی ساخته میشه؟ مثلا گرامی سنگ، میتونه از خاک یا مگیل، میتونه گچ، میتونه سیمنت. شما نگاه کن از سنگ، شما مجسمه‌ای در کشور هندوستان خیلی زیاد ساخته شده، حتی در افغانستان همین بودایی که در بامیان دو پیکری عظیمی که ساخته شده بود به نام سلسال و شهمامه، که سلسال 53 متر هستند و شهمامه حدوداً 35 متر هستند. اینا از سنگ هستند. همین خود کوی که بودا در او قرار گرفته، یک رقم سنگ‌هایی داره که رسوبی هستند، مثل که در عصر زمان قدیم اینها در زیر دریا بوده. چیکار کرده؟ این داخل سنگ داخلش کاویده، یعنی خالی کرده، خودی مجسمه بودا را به این شکل در داخل کوههای بودا، کوههای بامیان ساخته، که این مجسمه در عصر خود، در زمان خود، از بلندترین مجسمه‌های جهان بود به این شکل آفریده. من نمونه تنه امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. و در دوربر از این معابدها یا امو مغاره های خرد و ریز کلان ساخته شده. من وقتی گفتم مجسمه از سنگ ساخته میشه، قطعا سنگ ها را اینا نهایتا توسط وسایلی که کار میکنه جور میکنه، از خاک،
گچ، سمت، چوب، مثلا پلاستیک، حتی از فلزات، حتی از موم، اینا مجسمه ها را به انواع و اقسام میتونه ساخت. حتی جفتکاری میتونه او اتصال قطعات مختلف از راه های مختلف باشه که یک جا کنه مجسمه. وقتی که مطرح کردیم مجسمه از دورانی که اولین بار مجسمه ساخته شده تا کنون بسیار تغییرات ها آمده، یعنی از عصر کلاسیک که سابق ترین عصر بود تا مدرن تغییرات بسیار کرده. ما عملا شما محسنین گرامی را و چند تا از مجسمه هایی که از ده آشنا می سازم. اینجا اگر فرصتی باشه قطعا شما می بینین که مجسمه های زیاد هسته. بسیار مجسمه ها از اگر شما بخواین که ببینین در موزیم ملی افغانستان و یا در کتاب های تاریخی اگر نگاه کنین مجسمه های مختلف شما متوجه میشین. در اینجا شما نگاه کنین هر کدام از یک مجسمه هست. مجسمه ساختار های مختلف داشت، میتونه که مجسمه های ریلیف باشه که به یک چیزی مجسمه یا مجسمه بسیار به شکل آزاد باشه. کار مجسمه ها میتونه از فلز برونز روی باشه، مثلا از جمله اینی مجسمه ها ساخته شده، یا نمادی از نمادین باشه به این شکل. من برای شما نمونه تان میارم که خوشبختانه در افغانستان ما آقای حیدرزاد بسیار یک مجسمه ساز خوب و موفق هستند که آثارهای خیلی زیادی را آفریده. من اگر در اینجا نوشته کنم مجسمه های حیدرزاد مجسمه امیدوارم که خیلی خوشبختانه خوب شد که آمد در اینجا برای ما شما. این یک مجموعه مجسمه های هست که جناب حیدرزاد کار کرده که من یک نمونه اش را بر شما اینجا نشان میتم. اینا هستم. این نمایشگاه بسیار کلان داشت. این در نمایشگاهش اگر محسنین گرامی خواستین که این مجسمه ها را ببینین، خوشبختانه جناب استاد حیدرزاد فعلا خودشان خارج هستند، یک از افغان های بسیار موفق ما بوده. تمام آثار خوده که بالای هزارها آثار مجسمه و مدال‌ها که ساخته در موزیم اتنوگرافی تحویل داده، موزیم اتنوگرافی در روبروی شارنو هستن نزدیک اکادمی علوم. هر از گاه اگر خواستن شما این مجسمه رو ببینید. در اینجا همی نوشته کردم محمد رسول الله. حتی این نمایشگاهشان در یکی از کلیساهای بسیار مشهور جهان برد، به قول خودش گفت که ما محمد در کلیسا آوردیم. خیلی پیام جالب داشتن که اینا کلیسا نمیخواد که نام مسلمین بیان. حتی این با همین ساختن این مجسمه تانست که همه پیام صلح نشان بده، پیام دوستی را. در بسیار نوشته های از این نوشته است در مورد صلح. و این جناب خودی حیدرزاد است، یک پروفسور استاد امان الله حیدرزاد که در حال ساختن یک مجسمه است. واقعا کارهایشان قابل قدر است، از شاهکاری های عصر و زمانش است. در اینجا یک نمونه دیگر به شکل ریلیف کار کرده، این پشت برجسته. در اینجا اگر ببینید یک نمونه دیگری از کارهای حیدرزاد شما متوجه میشین. و آثارهای خیلی زیادی دارم، خواستم که صرف شما را با ساختار مجسمه آشنا بسازم. ای میتونه مجسمه های مختلفه که شما دیدین، میتونه از آهن باشه مجسمه، میتونه از چوب باشه. یک نمونه را ما مجسمه های چوبی را نوشته کنم، مجسمه های چوبی. اگر متوجه شده باشین ای تمام مجسمه های چوبی هستم. از مناطق کافرستان که در دوره زمانی به نام کافرستان بوده، در موزیم ملی آثارهای خیلی به جا مانده از چوب است که یال او کافرستان به نام ولایت نورستان است. محسنین گرامی اگر خواستین آثارهای زیبای مجسمه های چوبی نورستان که در دوره زمان سابق به نام کافرستان یاد میشده شما نگاه کنین، خیلی از زیبایی خاصی برخوردار هستم.
این مجموعه مجموعه که ما نشان دادم تمام اینا مجسمه یاد میشم که قطعا کاریگرافیک در مجسمه نقش خود داره. هر از گاهی که شما با کلمه مجسمه آشنا شوین یا اسکلپچر یا پیکرسازی یعنی معنایش را آشنا باشین که مجسمه چرا یاد میکنه. بحث بعدی ما پیکسل هستند. شما محسنین گرامی خوب است که با اصطلاح پیکسل آشنا شوین. در اینجا من نمونتاً پیکسل یک تشریحات بسیار کوتاه میکنم. کوچکترین واحد تشکیل دهنده تصویر در نرم افزارهای تصویری مثل فتوشاپ و یا برنامه های دیگر تصویری، فایلی که دارای کیفیت دی پی آی باشه او میتونه پیکسل باشه. در هر انچ که دارای 300 پیکسل در یک خط افقی است او میتونه پیکسل. از کوچکترین ذرات تشکیل شده، هر چی که این تعداد پیکسل ها زیاد شود کیفیت عکس بهتر دیده میشه. در اینجا شما نگاه کنید یک پیکسل هست ولی یک ساختار یک چهره یک نفر دیده میشه، اما هر قدری زیادتر شود میتونیم ما به وضاحت ببینیم. پیکسل در اینچ یا پی پی آی مثلا اشاره به تعداد پیکسل های دارد که به طور افقی و عمودی در هر اینچ مربع از یک تصویر نمایش داده میشه نشان دهد. میزان اطلاعات موجود در آن تصویر است. ما وقتی که میگم که یک میگل یعنی شما کامره های موبایل تان یا کامره های پروفشنل مثل از این کامره ها قطعا وقتی در بازار نوشته میکنین که چیزی پرسان میکنین کمی کیفیت کمرش چند مگاپیکسل است؟ مثلا این کمری ما که نوشته است 15 مگاپیکسل مثلا 15 مگاپیکسل. این 15 مگاپیکسل قطعا هر مگاپیکسل 1,000,000 پیکسل است. در واقع شما 15,000,000 پیکسل این عکسی با کوالتی بالا بگیر 15 مگاپیکسل، یعنی هر مگاپیکسل یعنی در همون تصویر شما حدوداً 15,000,000 نقطه های رنگی قرار داره. پس کیفیت عکس شما را اگر وقتی کران کنید کیفیت قدس نمیده. و نگفتن همان یک تذکر که اینی کامره ها هم میتونه 15 یا 16 پیکسل باشه میگم، اما این موبایل ها دقیقاً 15 مگاپیکسل که کامره ها پروفشنال داره نیستم. در اینجا وقتی نگاه میکنیم به تصویر تصویر اول سمت چپ 10 پی پی آی یعنی هر پیکسل پر اینچ است، یعنی هر نقطه در اینچ. چه رقم 10 تا پیکسل پر اینچ است؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 پی پی آی 10 ضربی 10 کنی چی میشه؟ 100 میشه، درسته؟ 10 ضربی 10 قطعا 100 میشه. ما وقتی که اینجا طولش 10 پی پی آی بشه 10 پی پی آی ضریبی ارزش که هم 10 پی پی آی باشن مسایه چند میشه؟ با 100. اینی می تصویری که در اینجا سمت اول میبینین این چند است؟ این 100 مگاپیکسل است. در تصویر بعدی که از سمت چپ دومین تصویر یا از سمت راست اولین تصویر 20 پی پی آی، یعنی در واقع چی است؟ 20 است. 20 پی پی آی ضرب 20 پی پی آی مساوی چند میشه؟ 2, 2, 4, 400 پی پی آی میشه. پس تصویری که در کنار دیگر میبینین شما یک دایره هست. در این تصویر اولی سمت چپ دایره کامل دایره دیده نمیشه، اینطور احساس میکنین که یک مربع هست. وقتی که این 200 400 پی پی آی میشه طول ضرب عرض کنیم این یک مقدار به دایره خود شبیه هم میسازه. هر از گاهی که این تصویر به مثلا 1000 پی پی آی برسه کاملا دایره خود احساس میکنه که دایره است. هر قدری بالا بره وقتی به میلیون میرسه احساس میکنه که انمی شطرنجی ها از بین میره. محسنین گرامی از اینکه در این قسمتی از مضمون طراحی گرافیکی با ما هستن تشکر قدردانی میکنیم. موفق و معید باشین.